Thank you.
محترم آقایان همایون خسروی نوازنده چلو، آهنگساز و هنرمند درزنده ایرانی که چهره و نامش برای همه شما آشناست، قطعاتی رو که برای شما اجرا کرد تا کمی از شلوغی شهر آروم بشید و بعد برای نشستن و تماشای برنامه ما آماده بشید، ساخته خودش بود و قطعه آخری رو همایون خسروی برای خاطر لطیفه یارشاطر یار آقای دکتر یارشاطر که چلو بسیار دوست داشتن تقدیم به آقای دکتر یارشاطر و زنده یاد لطیفه یارشاطر کردن. همایون خسروی. شب همگی بخیر. من هما سرشار هستم و از طرف کمیته برگزاری 35 سال بزرگداشت آغاز کار دانشنامه ایرانیکا حضور همه شما رو به این سالن و به این جلسه خوش آمد میگم. اجازه بدید که چند تشکر کوتاه رو اینجا تقدیم حضور کسانی بکنم که در برنامه ریزی این کار با ما همراه بودند. کمیته برگزاری برنامه امشب متشکل از خانم ها نسترن اخوان، آقای شان فاضلی، خانم شیدخت حکیمزاده، خانم آرام خراباتی، خانم الهام خراباتی، خانم ایما مددی از کانادا که امشب متاسفانه حضور ندارند، خانم دکتر هما محمودی، خانم اختر معتمدی، خانم لیلیان شمس، خانم مریم سیحون و بنده به اتفاق این برنامه را خدمت شما تقدیم می‌کنیم. و ما اجازه بدید که همونطور که در دفترچه دیدین چندین تن از کسانی که طی این سالها از طرف ایرانیکا بزرگداشت شدند در بین ما حضور دارند، اونها را هم به نظر شما اسامیشون رو بگیم. پروفسور نیکی کدی، آقای رضا بدیعی کارگردان بین المللی، آقای دکتر فیروز نادری از مؤسسه ناسا، مایسترو شهداد روحانی و استاد بزرگ همه ما استاد هوشنگ سیحون. این یاران در طی چندین سال گذشته در هر کدام از ضیافت‌های ایرانیکا به دلیلی و به موقعیتی و انتخابی مورد بزرگداشت و قدردانی ایرانیکا قرار گرفتند. با سپاس از همه این عزیزانی که محبت کردند و با حضورشون و خود شما عزیزانی که با حضورتون پشتیبانی خودتون رو اعلام کردید، از شما تقاضا می‌کنم که به یک قطعه کوتاه فیلم کار عباس حجت پناه دوست عزیزمون توجه بفرمایید. بله، این غالبا از بنده این سوال میشه که چه چیزی موجب شد که بنده فکر تدوین دانشنامه ایرانیکا به سرم افتاد. دلیلش یکی احتیاجی است که بنده در تمام دوره تحصیلی خودم و پس از اون در دوره تدریسم به وجود چنین اثری حس می‌کردم. متاسفانه آدم می‌دید که هیچ اثر جامعی که این اطلاعات رو بشه در اونجا پیدا کرد وجود نداره و به خصوص اثری که از هر جهت قابل اعتماد باشه، مبالغه درش راه نداشته باشه، توسط اهل فن نوشته شده باشه، با بی‌نظری نوشته شده باشه و به خصوص مستدل و مستند باشه. Thank you.
بعدها بعد از اون که بنده در دانشگاه کلمبیا مشغول تدریس شدم، به نظرم آمد که حالا وسیله فراهم شده که این جای خالی رو پر کرد و اثری به وجود آورد با کمک نویسندگان و مؤلفان تراز اول ایران شناس که جوابگوی این احتیاج باشه، یعنی تمدن و تاریخ و تحول زندگی ایران رو چنان که بوده از آغاز تا امروز به صورت مستند، به صورت قابل اعتماد و بدون طرفداری و بدون مبالغه، به صورتی که همه جا مورد اعتنا باشه، مورد قبول باشه و بشه از اون استفاده کرد، به وجود آورد. بنده شروع به اقدام کردم، گویی که همیشه آرزو کردم و اون وقتم آرزو داشتم که این کار رو 20-25 سال زودتر شروع کرده بودم. یکی به علت این که در خود ایران دانشمندان و نویسندگانی بودند که من وقتی این کار رو شروع کردم زندگیشون به پایان رسیده بود. این کار فکرش در سال 1972 به نظر من رسید و در سال 1973 بنده مذاکره کردم با بنیاد علوم انسانی که کارش تقویت و پشتیبانی از طرح‌های مربوط به علوم انسانی است. بنده با اینها مذاکره کردم ببینم که میتونن به این کار کمکی بکنن و اینها پس از اون که سنجیدن پیشنهادی رو که من بهشون کرده بودم، گفتن بله این از نوع کارهایی است که میتونن کمک بکنن، ولی البته باید که تقاضای دقیق‌تری داد و باید اینها بسنجن و در مقایسه با سایر برنامه‌ها ببینن که میتوانند کمک بکنند یا نه. ولی در همین اوان بنده در یک سفری که به ایران کردم اتفاق ملاقاتی پیش آمد با مرحوم هویدا. به طور گذرا به ایشون ذکر کردم که یک همچه برنامه در نظره. مرحوم هویدا علاقمند شده و شروع کرد به سوال کردن که اینها کیا می نویسند، حدودش چقدر خواهد بود، چقدر مخارج خواهد داشت، چند کلمه پیش بینی کردید. و وقتی که صحبت این که چه مخارجی خواهد داشت شد، بنده گفتم که این کار با کمک یک بنیاد علوم انسانی در آمریکا امیدوارم انجام بگیره. گفتن چرا با کمک اونها؟ گفتم برای اینکه این کار کار خیلی گرانی است و اینجا از عهده کسی بر نمیاد. بنده اطلاع نداشتم اون وقت که همون موقعی بود که قیمت نفت بالا رفته بود. البته ایشون اطلاع داشتن، بنده مطلع نبودم. و گفتن مثلا این چقدر خرج داره؟ و گفتم این در حدود 2 میلیون دلار خرج خواهد داشت. آقای هویدا گفت همین. یک روز که بنده باز در تهران بودم و در بنگاه ترجمه و نشر کتاب نشسته بودم، دیدم کاغذی آمد از نخست وزیری که این مطلب به شرف عرض اعلی حضرت رسید و تصویب فرمودند که زیر نظر فلان کس این دانشنامه شروع بشه. بنابراین دانشنامه ایرانیکا در حقیقت در ایران شروع شد، حداقل از لحاظ کمک مالی، و در چارچوب بنگاه ترجمه و نشر کتاب که بنده مدیریتش رو به عهده داشتم. ولی البته کارش
در دانشگاه کلمبیا انجام می گرفت. یک دفتر کوچکی من اینجا تأسیس کردم با یکی دو نفر کارمند و شروع کردیم به مقدمات کار. پیش از اینکه این مقدمات به نتیجه برسه، انقلاب شد در ایران و یک مرتبه تمام کمک هایی که از سازمان برنامه به ما می‌رسید معوق بود و بنده موندم مقداری تعهدات، مقداری مقالات، چند نفر کارمند و هیچ نوع کمک یا سرمایه مالی. ناچار دوباره رفتیم به سراغ همون بنیاد علوم انسانی. از آن سالها تا به امروز پروفسور یارشاطر با یاری بیش از 500 پژوهشگر و کمک‌های مالی بنیاد علوم انسانی و همیاری مردم این بار سنگین را به دوش کشیده و به راهش ادامه می‌دهد. در سال 2002 دوستداران دانشنامه ایرانیکا در لس آنجلس با برپایی جشنی بزرگ موفق به جمع‌آوری 750 هزار دلار شدند. و امشب این شما هستید که با آمدنتان به تماشای رقص شاهرخ مشکین قلم دست همیاری خود را در دست دانشنامه ایرانیکا گذاشتید. سپاسگزاریم از عباس حجت پناه و با احترام فراوان به پروفسور احسان یارشاطر که 38 سال از عمرشون رو برای نگهداشت این پروژه عظیم که هویت ما ایرانی هاست صرف کردند و خداوند عمر پربار به ایشون بده که این کار رو به پایان برسونند. متشکرم آقای دکتر یارشاطر. اما با اجازتون بریم سر برنامه هنریمون. چنین به نظر می رسد که ادب و فرهنگ و هنر ایران در طول تاریخ دیرپای خود همواره یک فرشته نگهبان دلسوز داشته که آن را از زوال و نابودی نجات داده است. کمتر ملتی چون ایرانیان در طول 3000 سال این همه از اقوام و ملل و همسایگان خود لطمه خورده است. عجب آن که هر یک از این متجاوزان چشم ندید به والاترین برزنده ترین بخش حیات ما داشتند، چون بیشترشان بر سر این بودند که این ملت را باید از درون و از ریشه خشکاند تا تاب سربرآوردن نداشته باشد. از یورش اسکندر بگویم، از تجاوز مغول بگویم، از حمله اعراب، از شور چشمی همسایگان شمال و جنوب و شرق و غرب، از کدام یک میتوان حرف زد بدون آنکه حسرت بزرگ دشمنی و عناد با آنچه سازنده هویت ایرانی است، یعنی شعر و ادب و موسیقی و رقص، آتش به جانت نیندازد. آنکه کتابها را سوزاند و از کتابخانه ها تل خاکستر ساخت، آنکه زبان تازه آورد، آنکه راه و رسم ایرانی را به سخره گرفت، آنکه روی نقش های هنرمندان پاکدل و زحمتکش ایرانی در ایوان ها و دیوارهای کاخها گچ کشید تا دل سردشان کند. ولی هر بار فرشته نجات فرهنگ و ادب ایران به نجاتش برخاست و در جامعه‌ای و چهره‌ای به یاریش شتافت. یک روز در زمزمه نغمه پرداز رودکی بزرگ، یک بار در بلندای شعر حماسی فردوسی پاک نژاد، یک روز در شور مستانه غزلیات حافظ و نیش شماتت‌ها و شکایت‌های جانانش از دغلبازان و مفتی و فقیه، یک روز در لباس پارسیان هند، یک روز در کلام پیشاهنگان مشروطه‌خواه و رانده شده از وطن، یک دور در لباس اهالی طرب یهودی و یک روز در قالب نگارگران ارمنی به پاسداری شعر و موسیقی و رقص و نقاشی و صنعت کشور مادری پرداخت
تا این هنرها را از گزند دکانداران دین و قدرت که در طول تاریخ جز دشمنی و عناد با آنچه زیباست و طرب‌انگیز است و شورآفرین کار دیگری نداشتند برهاند. آنچه اینان نمی‌دانستند و هنوز هم گویی نمی‌دانند اینکه شعر و موسیقی رقص و نقاشی این هنرهایی که عمری همسان آفرینش انسان دارد را نمی‌توان با هیچ ترفندی از او گرفت، چرا که با شیر اندرون شد و با جان بدر رفت. در این میان انگشت شماری از هنرمندان با همتی بی‌بدیل هنر رقص ایرانی را با چنگ و دندان در خارج از کشور پاس داشتند در سه دهه گذشته و با صبوری، خرد، علاقه، امانتداری و از همه مهمتر عشقی پایان ناپذیر آن را حفظ کردند تا روزی به جایگاه و پایگاه اصلی و خانه مادری خویش یعنی ایران بازگردانند. شاهرخ مشکین قلم، این بزرگ مرد صحنه هنر و رقص، با توانی باور نکردنی بی دریغ و خالصانه رسالتی را به دوش کشید و می کشد که کمتر ما ایرانیان همت انجام آن را در خود یافتیم. به باور من شاهرخ در میان فرشتگان نگهبان فرهنگ و هنر ایران جایگاهی والا دارد، چون وظیفه ما را که به هر دلیلی نتوانستیم بار این هنر را بکشیم به عهده گرفته است و کاری کرده است کارستان و امروز در جایی ایستاده است که با دستاورد بسیار ارزنده و یگانش یکتنه در کشور فرانسه با سرافرازی زحمتی برمی‌کشد بی بدیل تا بار امانت گرانی را که بر دوش دارد سالم بر زمین بگذارد، که از زبان حافظ آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. حالا روی صندلی هایتان راحت تکیه بدهید، چشم جان باز کنید و خود را به دست شاهرخ مشکین قلم این رقصنده یگانه بسپارید تا شما را به ضیافت چشم ها ببرد. شک ندارم که این تجربه نادر و شیرین تا مدت ها با شما خواهد ماند و شما را نیز، چون همه آنانی که از نظرشان به وی افتاد جذبش هرگز رهایشان نکرد، مسحور بر جای خواهد گذشت. نرم و آهسته به سراغ مردی برویم که پیچش های رقص را با جانمایه های ایرانی، هندی، اسپانیولی، عربی، ترکی و بسیاران سرزمین های دیگر در هم آمیخته و سبکی را به وجود آورده است که نام او را بر پیشانی خود حمل می کند. مکتب شاهرخ مشکین قلم. پیکرنگاره هایی که پیشکش حضورتان می گردند با الهام از اسطوره های زیبای پارسی پرداخته شدند. نخست، پیکرنگاره نخست، مشهورترین اسطوره عاشقانه پارسی خسرو و شیرین اثر نظامی گنجوی در سه پرده. پرده اول دوره جوانی خسرو پرویز پیش از آشنایی با شیرین بر قطعه رود بر اساس ردیف سگاه اثر مجید درخشانی. پرده میانی شیرین در خیال خسرو بر قطعه از دستگاه سگاه اثر مجید درخشانی. و پرده واپسین مقابله دو عاشق مغرور بر قطعه‌ای در چهار مضراب شکسته در دستگاه بیات زند اثر مجید درخشانی. پیکرنگاره میانی بخش کوچکی از منظومه زیبای هفت پیکر نظامی گنجوی، روز آدینه زیر گنبد سپید در کنار شاهزاده درستی در سه پرده. پرده نخست بهرام گور در شکار مادگور و نبرد وی با اژدها. پرده میانی داستان شاهزاده سپید پوش ایرانی درستی روز آدینه در گنبد سپید. پرده واپسین ازدواج شاهزاده درستی در نقش کنیزک داستان خیش با بهرام در نقش خواجه باغ در همان داستان. هر سه قطعه در چهارگاه و اثر پرویز مشکاتیان است. پیکرنگاره واپسین در یک پرده با الهام از نبرد سهراب گردآفرید و شاهنامه فردوسی شکل گرفته است. تنظیم این قطعه از کیخسرو پورناظری است. هنرمند گرامی شاهرخ مشکین قلم، به شهر فرشتگان و به جلسه بزرگداشت 35 سال آغاز دانشنامه ایرانیکا خوش آمدید.
به نام آن که هستی نام از او یافت، قضا را از قضا یک روز شادان، به صحرا رفت خسرو بام دادان. خدایا جهان پادشاهی تو راست، خروشان به تنگندرش، به جنبید و برداشت خود از سرش. رها شد زبند زره موی او، درفشان چو خورشید شد روی او. همونی بود که گفتم؟ با اجازه شما دوستان میخوام استدعا کنم که آقای پروفسور احسان یاشاطر تشریف بیارن بالا و با ما چند کلام صحبت کنم. هموطنان ارجمند، دوستان عزیز، خانم ها، آقایان، ما در زندگی پر فراز و نشیبمون تلخ و شیرین بسیار دیدیم،
سرداران و پادشاهان جهانگیر و جهاندار داشتیم، مزه شیرین فتح و پیروزی رو چشیدیم، ولی تلخی شکست را هم دیدیم و شاهد ویرانی و خرابی کشورمون به دست اقوام بیگانه یا خودی های بیگانه تر از دشمن بوده. ولی از همه این معرکه ها نه تنها جان سالم به در بردیم و موجودیت و هویت خودمون رو حفظ کردیم، بلکه در بحبوحه این پست و بلندهای زندگی و تاریخ و آفریدن ادبیات تراز اول، شعر بی نظیر و هنر والا کامیاب شدیم و پدران ما توانستند که میراث بسیار ارزشمندی برای ما به یادگار بگذارند که مایه سرافرازی و مباهات ما باشه. و وقتی که روزگار به ما سخت میگیره، این میراث و این هویت به پشتیبانی ما میاد و تکیه معنوی و روحی برای ما میشه و ما به یاد میآوریم که ما فرزندان نیاکانی هستیم که چنین فرهنگ شایسته و والایی به وجود آوردند. این رقصی که شما امشب مثل من شاهدش بودید نشون میده که با وجود ممنوعیت‌های ناروا باز ما توانستیم که هنر خودمون رو حفظ بکنیم، همینطور که هنر نقاشی و ساختمان و کاشیکاری و از همه مهمتر شعر فارسی رو حفظ کردیم و رونق بخشیدیم. چنین فرهنگی و چنین تمدنی در خور این است که تمام وجوهش تحقیق بشه، ثبت بشه، ضبط بشه و به صورت دقیق و قابل اعتماد در معرض دید و تماشای تمام دنیا قرار بگیر. و این وظیفه است که دانشنامه ایرانیکا برای خودش مقرر کرده و به عهده گرفته. در این کوشش اولا از مساعدت و کمک دانشمندان ایرانی شناس در تمام دنیا برخوردار بود و این پژوهش های اونها و کوشش علمی اونهاست که ما رو امروز موفق میکنه که اثری فراهم بکنیم که آینه تمام نمای
فرهنگ و تمدن و زندگی ما از آغاز تا امروز باشه. پس از اون یاوری کسانی است که از مال عزیزتر از جان خودشون میگذرند و ما رو در این راه دشوار یاری میکنند. اگر کمک و مساعدت اینها در طی 35 سال گذشته نبود، چطور میشد این بار سنگین رو به دوش کشید و به تدریج جامعه عمل پوشوند؟ بنابراین سپاس من و همکارانم و همینطور اعضای هیئت امنای بنیاد دانشنامه ایرانیکا نثار کسانی است که در طی این سالهای دراز ما رو پشتیبانی کردند و موجب شدند که ما بتوانیم این وظیفه خطیر رو به صورتی که مورد قبول نه تنها ایران بلکه دانشمندان دقیق و کارشناس دنیا باشه به انجام برسونه. من امشب واقعا حس میکنم که پشتم از بار سنگین منتی که به دوش میکشم خمیده است. از تمام کسانی که در برنامه امشب کمک کردند و این شب فراموش نشدنی رو فراهم کردند، به خصوص از خانم همای سرشار، نویسنده، سخنران و مدیر با کفایت شایسته ایرانی و کمیته دوستان ایرانیکا که سالهاست در کمال وفاداری و هر جا که ما مهمانی یا شب نشینی داشتیم یا اقدامی برای تأمین بودجه سالیانمون کردیم ما رو یاری دادند. همینطور از هنرمندانی که در این نوع شب نشینی ها به یاری ما آمدند و کار خودشون رو با کمال سخاوت در اختیار ایرانیکا گذاشتن، من ابراز سپاس میکنم. و از شاهرخ مشکین قلم و ساناز و همکارانشون که ما رو شاهد یکی از جلوه‌های برجسته هنر ایرانی قرار دادن سپاسگزارم و مزید کامیابیشون رو آرزو میکنم. من میدانم که ما به عنوان کارکنان و کارگزاران در راهی که قدم گذاشتیم و به انجام وظیفه خود مشغولیم، کاری جز این که سعی کنیم حق این میراث گرانبهایی که به ما به عنوان فرهنگ ایران رسیده ادا کنیم کاری نکردیم. ولی این شماها هستید و
بسیاری مثل شما که امشب اینجا نیستن ولی در حقیقت همیشه با ما بودند و همراه و هم عنان ما راه سفر این راه شدند. من سپاس گذار می کنم و امیدوارم که اولا ایرانیکا همیشه در خور این حسن توجه شما و پشتیبانی شما باقی بمانه و شایستگی این رو داشته باشه که شما رو خوشنود و راضی نگه داره. البته گفتنی بسیاره ولی خوشبختانه با ویدیوی که اول نشون دادن و توضیحاتی که خانم سرشار خدمتون گفتن ضرورت دیگری برای اینکه من پرگویی بکنم وجود نداره. متشکرم. آقای شاهرخ مشکین قلم امشب از دست استاد یار شاطر یک لوحه یاد بود برای بزرگداشت هنرشون میگیرن. شاهرخ مشکین قلم. یک دنیا همطور که گفتم از شما و اینکه هنر واقعا بی نظیرتون رو در اختیار امشب و شبهای دیگری در اختیار ایران گذاشتی سپاسگزاری میکنم. آقای مشکین قلم در سال 2006 در ژنو هم که مجلسی از این قبیل دایر بود هنر فوق‌العاده خودشون رو به یاوری ایرانیکا آوردند و اون مجلس رو واقعا مزین کردند و تشویق و تحسین تمام حاضران رو به صورتی خیلی طولانی برانگیختن. خیلی خیلی ممنون. با سپاس از تمام دوستان عزیزی که اینجا حضور دارند، سپاس مجدد از دکتر یار شاطر برای کار بی نظیرشون، سپاس از هما سرشار و تمام دوستانی که دستن در کار تهیه این برنامه فوق‌العاده بودند. برنامه فوق‌العاده خارج از برنامه خودم منظورم و میدونم که چقدر کاریست پر مشقت و پر دغدغه و به این راحتی که تصور می‌فرمایید نیست، حتی تهیه یک برنامه‌ای همچین. در واقع این پاداش رو من نمی‌دونم، در واقع این وظیفه من بودش که یه پاداشی بدم به پدر و مادرهای فرهنگم که شما باشید، نه از اینکه از دست شما بتونم پاداشی بگیرم. من تازه وظیفه خودم هم شاید به زور بتونم به جا بیارم برای اینکه بتونم ریشه های خودم رو در ممالک غریبی که ما افتادیم توش بتونم پایدار نگه دارم، ولی خب این یاد بودیست که مادام العمر با من خواهد بود. اگر شیشه باشه و نشکنه تو را مادام العمر با من خواهد بود، ولی شاید هم مثلا گذاشتمش همینجا اینجوری مطمئنم که دیگه تو را براش اتفاقی نمیفته. یه وقت هواپیما مفتاد، حالا خودم طوری نیست این لاغل بمونه، ولی
سپاسگزار همچنین از تمام دوستانی که قابل رؤیت نیستند، حداقل با چشم‌های بدون سلاح. دوست عزیزم حمید شمس که اون پشت دوربین هاش نشسته و منو بالاخره متقاعد کرد که بایستی از آثار من یک اثری ثبت بشه و به جا بمونه. بلکه تو این سفرهام بالاخره یکی از این هواپیماهای سوئیس ایر افتاد. لااقل شما بتونین بعداً از فیلم‌های حمید شمس استفاده کنین. قرار گذاشتیم که تا موقعی که زنده هستم شماها تشویق بشید که به جای اینکه بسنده بکنید به فیلم‌هایی که هنر زنده سه‌بعدی رو تبدیل می‌کنه به یک هنر دوبعدی، من هیچ گونه مخالفتی با فرهنگ سینماتوگرافی و ویدئوگرافی ندارم، ولی رابطه‌ای باهاش ندارم. مخالف نیستم ولی رابطه‌ای باهاش ندارم. بنابراین ترجیح میدم که تا زنده هستم بتونین از حضور خود من استفاده کنین برای مشاهده آثارم، به خاطر اینکه یکی از دلایلی که برای حمید شمس من پیش آورده بودم این بودش که ترجیح میدم که شما صدای نفس کشیدن من روی صحنه بشنوید و متوجه بشید که باری که پشتش هست چیست از صدای نفس من. اگر حمید شمس و دوستان عزیزی که همکارش هستن، جناب عباس حجت پناه عزیز که اینجا هستن و میدونم چه کار دشواری است، فقط یک چیزی که هنوز در صنعتشون کمه صدای نفسه. هر روزی که یعنی تکنولوژی به این حد پیشرفت کرد که بتونه که صدای نفسم در خودش بگنجونه، من بهش میگم لبیک. ولی به هر صورت سپاسگزار از همه دوستانی که در واقع به من این اجازه رو میدید که بتونم که با شما در ارتباط باشم از طریق کارم. کاریش بسیار دشوار، به خصوص که پشتوانه هامون رو نابود کردند متاسفانه، قرنها و قرنهاست و متاسفانه فقط به 30 سال اخیر حکومت اسلامی بر نمیگرده، فقط به حکومت دینیمونم بر نمیگرده، حکومت های غیر دینی ما هم در واقع تا اونجایی که توانایی داشتن خرابی به بار آوردن در هنر. منتها اگر یک نفر میتونه جلوی این خرابی رو بگیره شما هستید. هر موقع طولانی شد به من بگی. شده بسیار عالی. خب مجبورم که سخنرانی رو کوتاه بکنم برای اینکه تصور میکنم که بسیار دوستان دیگه ای هستن که باید از این جایگاه استفاده بکنن. سپاسگزار از همتون. آقای پروفسور یاشاطر، امشب آقای عباس حجت پناه به خاطر فعالیت‌های هنریشون در ساختن مستندسازی و کارهای ویدیوگرافی و فیلمسازی رو مورد تقدیر قرار میدن. آقای عباس حجت پناه. دیشب آقای حجت پناه گفتگی از سالها پیش که ایشون فیلمی رو که ملاحظ گلدی تهیه کرده بودن میکردیم و دیدم که ایشون یک بطری از باده قرمز لطف کردن و برای من هدیه آوردن و روش نوشته شده ایرانیکا با یک نقشی از تاریخ ایران و باده 35 ساله. کم هم با دوستانی که صحبت شد، البته ایشون گفتن که سالها پیش من به پاس لطفی کرده بودم یک جعبه از باده برای ایشون فرستاده بودم با اسم و
عنوان ایشون و ایشون در جواب این لطف رو کردن این چند روز گذشته. بعد دیدیم بد فکری هم نیست که شاید یک شرابی با عنوان شراب ایرانی که پیشنهاد کنیم به بعضی از این دستگاه های بادسازی، و امیدوارم اگر اینطور پیش آمد شما از صرف اون باده و مستی که نتیجهش خواهد بود دریغ نفرمید. آقای دکتر یاشاتر، از هیچ فرصتی برای اینکه از یاران و دوستان بخوان که بهشون کمک بکنن، به ایرانیکا کمک بکنن، هیچ وقت فرار نمی کنن و همینطور که میبینید این فرصت رو هم غنیمت شمردن. الان موقع این هستش که دوستانی که کاغذهای آکشن رو پر کردن که یک دوره ایرانیکا رو آقای دکتر یاشاتر جلد اولش رو به نامشون امضا خواهد کرد، دوستان داوطلب الان تو سالن میگردن و اینا رو جمع میکنن. آقای شان فاضلی بعداً این نتایج رو محبت میکنن میارن. اجازه بدید که خواهش کنم دوستان دیگر برگزار کننده برنامه امشب هم تشریف بیارن برای آقای دکتر یاشاتر و ایرانیکا یک چیزی رو دارن با چرخ میارن، ببینیم چی هست. تا دوستان دارن اون چرخ رو میارن، اجازه بدید که بگم به همت شما یارانی که امشب اینجا جمع شدید و با همین کمک‌های کوچکی که کردید ما موفق شدیم امشب 50,000 دلار چک به ایرانیکا بدیم از همین فروش بلیط‌هایی که برای شما داشتیم. البته این 50,000 دلار چک مال تا قبل از کسانی بوده که بیان دم در بلیط بخرن، اینایی بوده که تا روز قبل خریدن. هر آنچه که امشب هم خریداری شده و هر آنچه که تو این آکشن نوشته میشه به این چک اضافه خواهد شد. یه چک دیگه به دانشنامه ایرانیکا اهدا خواهد شد از طرف برگزار کنندگان این برنامه، از طرف شما دوستان و یارانی که امشب محبت کردید و اینجا اومدید. آقای دکتر می‌فرمایند که من قیمت معمولی این دوره انسایکلوپدیا 13 مجلد رو خدمتتون بگم 3200 دلار هست قیمت کامل 13 جلدش، ولی آکشن یعنی آکشن ساکت رو از 4500 شروع کردیم و این به خاطر این هستش که آقای دکتر یاشاتر محبت میکنن و جلد اول رو امضا میکنن برای کسی که خریدار این هست. آقای فاضلی، منتظریم که زودتر این اسامی رو برای ما بیارین و این نصر خانم اخوان هم میگن که این کیک الان آب میشه به خاطر شما. بفرمایید. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mr. President. دوستان داوطلبی که دارن گردآوری میکنن کاغذها رو، خانم الهام و آرام خراباتی هم لطف کنید اگه کاغذی دارین تشریف بیارید هم خودتون بالا چون جزو برگزار کنندگان هستید. اینجا هستن آقای فاضلی، اینجا هستن هم دوستان. بفرم جمع کردن آوردن. خانم هما، دکتر هما محمودی، بله هنوز هست کاغذی توی سالن که به ما ندادن؟ دوستان اگر از این کاغذ دارن که لای دفاترشون هست اگر نوشتی. دوستان اگر این دفترچه‌ای رو که جلوشون هستش یک ورق کاغذ آکشن هست، اگر لطف کنن اون مبلغ پیشنهادیشون رو بنویسن و بدن به دوستانی که آقای آرش، خانم آرام، خانم الهام میان الان جمع میکنن که بالاترین رقم رو بگیریم. یه خبر خیلی خوب براتون دارم. دیگه کسی دیگه هستش؟ اگر دوستان لطف کنن
اینو بدن، برای اینکه از روی این شماره ها من میخونم، رقم خوبی هم داریم، کسی دیگه اعلام نمیکنه. 50,000 دلار $50,000 اون دوست نازنین اجازه میدن اسمشون رو بخونن؟ آقای بیژن پاکزاد، شما من رو نمی‌بوسید؟ آقای بیژن پاکزاد، چنان که همه میدونید واقعا نام ایران رو در رشته نمیدونم فارسی درستش، ولی فشن چیه و به وجود آوردن جامعه ها و طرح ها و عطرها و چیزهای دیگه در تمام دنیا بلند کردن. و من به عنوان یک ایرانی گذشته از لطف امشبشون، از این که از فوق سرافرازی همه ما شدن، تشکر میکنم. از همه شما سپاسگزاریم. خوشحالیم که تونستیم برای چند لحظه آقای دکتر یاشاته رو خوشحال بکنیم. همه جمع ما جزو دوستداران ایرانیکا هستیم، یاران ایرانیکا، و امیدوارم از این در که بیرون میرید امشب تعداد بیشتری به یاران ایرانیکا اضافه بشه و این پروژه‌ای که قرار بود با 16 مجلد تموم بشه، امروز قراره که با 45 مجلد تموم بشه، یک روزی آقای دکتر یاشاته شاهد پایانش باشن. خیلی ممنونیم. شب همگی بخیر.